با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 21 ماه اسد سال 1396 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. شکست ناتو در ماموریت افغانستان به معنای نیرمان شدن گروه هراس افغان در غرب. اگر در افغانستان شکست بخوریم، بدین معنا هست که هراس افغانی را به کشور خودمان برده ایم. حضور طالبان در بخش‌های مرکز ولسوالی نابای ولایت هلمند. تقریباً پگر نواکستان. تقریباً خودی وقتی من پرداز ولسوالی دسایی سنو کوی باشستی مرتضی تسبلی. رد درخواست پناهندگی بیشتر از نیم پناهجویان افغان در سویدن با انتقاد آنان از حکومت افغانستان. آمادگی قهرمانان بسکتبال با چوکی رودار دختران برای رقابت‌های بیرون مرزی. و واکنش چین به تنش‌های اخیر میان واشنگتن و پیونگ یانگ. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرمانده ماموریت حمایت قاطی میگوید که در نبرد افغانستان شکست نه، بل باید پیروز شویم. فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان تاکید می‌ورزد که شکست در جنگ افغانستان به معنای انتقال هراس افغانی به غرب خواهد بود. این جنرال آمریکایی بدین باور است که شکست در نبرد با هراس افغانی در افغانستان گروه‌های تندرو را در غرب نیرومند خواهد ساخت. گلاب‌الدین غبار گزارش می‌دهد. فرماندهی مأموریت پشتیبانی قاطع از زخمیان نیروهای امنیتی افغانستان و نیز از زخمیان نیروهای خارجی که در نبردهای افغانستان زخم برداشتند ستایش میکند. جان نیکلسن فرماندهی مأموریت حمایت قاطع میگوید که هراس افغانان را در افغانستان شکست خواهند داد. اگر در افغانستان شکست بخوریم، بدین معنا هست که هراس افغانی را به کشور خودمان برده ایم. شکست ما میلیون ها مهاجر را از منطقه به سراسر جهان خواهد فرستاد و هراس افغانی را در جهان به ویژه کشورهای خودمان نیرومند خواهد ساخت. از همین رو ما در افغانستان هستیم و باید برنده شویم. در این مراسم از جانبازی ها و فداکاری های نیروهای امنیتی افغان و خارجی که در نبرد ها زخم برداشتن ستایش می شود. وطن پر منگ تاسی عقل ری، منگ باید خپل زنم چکو وطن قربان کو لگدن. من فرصت عبور از این وضع را یافتم و به کاری که دوست داشتم بازگشتم، یعنی پرستاری از زخمیان. گرفتن مدال اصلا در فکرم نبود. حالا هم زیاد به آن فکر نمی کنم، زیرا هر وضعیتی که باشد من وظیفه‌ام را دوست دارم. در همین حال رئیس جمهور غنی نیز از سربازی های نیروهای امنیتی افغانستان قدردانی می کند. از نسل جوان ما، از قربانیشان، از شجاعتشان، از دلیریشان در صفوف قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ابراز تشکر کنم. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که یک وضعیت به هم خورده در افغانستان برای او به میراث مانده است. از همین رو اعلام راهبردش درباره افغانستان به او یک تصمیم بزرگ است. قرار است این راهبرد به زودی اعلام گردد. سه هفته پس از آزادسازی ولسوالی نابای هلمند، طالبان هراسان در مرکز این ولسوالی حضور دارند. کریم امینی و عبدالله حمیم خبرنگاران طلوع نیوز که به این ولسوالی رفتن میگویند که بازار نابا بسته است و بسیاری از باشندگان این ولسوالی خانه‌هایشان را ترک کردند و فرار کردند. شمار از سربازان در مرکز ولسوالی نابا میگویند که آنها تنها در چند جاده گشت و گذار میتوانند کرد. در این حال فرمانده پلیس هلمند میگوید که عملیات پاکسازی این ولسوالی ادامه دارد.
ولسوالی ناوست در 16 کیلومتری شهر لشکرگاه. در حدود 10 ماه این ولسوالی به گونه کامل در کنترل طالبان بود، اما 3 هفته پیش در یک عملیات بزرگ نظامی از نزد طالبان پس گرفته شد. در روزهای نخستینی که این ولسوالی آزاد شد، بازار ناوه جنب و جوش اندکی به خود گرفت، اما حالی که 3 هفته می‌گذره از پس گرفتن ولسوالی ناوه از نزد طالبان، دیده میشه که کسی در این بازار نیست، هیچ کسی دیده نمیشه، تمامی دکانها بسته هستند و این بازار یک چهره کاملا نظامی را داره و تنها نظامیان هستند که اینجا در بازار دیده میشن. طالبان پگر نواکستن، طالبان خونه دی باستیلینو پکازا ولسوالی دی سایی سنو کوی باش سبینو خودلی سایی تشک پلی بینو. یو میاره دمخی، ماینه پا پسی، کلی دمیاره د چمپل خاور د ماینه په څیر کې مشل کلی د ماینه د میړه په څیر کې مشل دا ژوند دی. نیروهای امنیتی میگن که عملیات پاکسازی این نیروها هنوز پایان نیافته و تا دور شدن تمامی تهدیدها از ناوه این عملیات ادامه خواهد داشت. ولسوالی چون 8 ماه مدست طالب بود و این به یک تصفیه مکمل ضرورت داره که برنامه و پلانای عملیاتی برای تصفیه مکملش روی دست است، انشاءالله عملی میشه. در این میان مردم میگن که اونا هنوز اطمینان ندارن که این ولسوالی از سوی نیروهای امنیتی نگهداری شود و طالبان دوباره به این ولسوالی بر نگردند. با این هم دیده شود که در آینده اوضاع در ولسوالی ناوه چگونه رقم خواهد خورد. کریم امینی، تولونیوز، ولسوالی ناوه. در این حال درخواست پناهندگی بیشتر از نیم از پناهجویان افغان در سویدن رد شدن و آنان با خطر اخراج اجباری از این کشور روبرو هستند. سفیر افغانستان در سویدن میپذیرد که افغانستان با سویدن و نیز با اتحادیه اروپا توافقنامه را برای برگشتاندن مهاجران افغان امضا کرده است، ولی آریان از سویدن میگوید که بسیاری از این پناهجویان زندگی دشوار دارند و شمار از آنان روی جاده ها شب و روزشان را سپری میکنند. دیر است که زندگی مهاجران افغان این گونه است و با یک آینده ناروشن، کسانی که به گونه غیر قانونی به سویدن آمدند. مهاجرانی که در چند سال پسین به گونه غیر قانونی به این کشور آمدند، پرونده های بسیاریشان رد شده است. حکومت سویدن هم در پی اخراج اجباری این پناهجویان است. بخش مرکزی استاکهلم است. سویدنی های نیز در اعتراض به تصمیم کشورشان برای رد مهاجران افغان با این مهاجران پیوستند تا مانع اخراج اجباری این مهاجران شوند. کیج بسیار مشکلات است با ما، به افغانی ها رسیدگی نمیشه، چرا ما را رئیس جمهور ما فروخته. شهروندان سویدنی هم با این مهاجران شب را در اعتراض صبح می کنند. خانواده های نیز در این میان به چشم می خورند. ما می دانیم که افغانستان واقعا جای ناامن است و اما اداره مهاجرت درباره افغانان سخت گیری می کند. در افغانستان مشران که دلته نو راغلی حکم قرارداد دوی سر لاسلیک کرده نو دوی به ولی دار کار کنند. از سال 2015 میلادی تا اکنون چندین مهاجر افغان به علت این که پروندهشان رد شده بود خودکشی کردند. 40 مهاجر دیگر افغان نیز به افغانستان فرستاده شدند. با وجود از اینکه در مرحله چهارم یک کسی پاسخ منفی دریافت میکنه که شما با همی شرایطی که ارائه میتین مستحق اقامت نیستین، نامش اخراج نیست، نامش مکلفیت است که باید به ترک خاک مواجه هستند. و او تصمیم دادگاه یک کشور است، نه تصمیم سفارت. در سال 2015 میلادی نزدیک به 42,000 مهاجر افغان به گونه غیر قانونی به سویدن آمدند. در سال 2016 میلادی نزدیک به 3,000 تن. و اما در این دو سال 72% از این مهاجران را افراد زیر سن می ساخت. عبدالولی آریان، تلو نیوز، استکهلم. دادگاه ابتدایی مرکز ادیب قضای مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری عبدالرحمن سرجنگ فرمانده پیشین پلیس ولایت هلمند را به 3 سال زندان محکوم کرد. سارنوال بررسی این پرونده استفاده سوء از صلاحیت وظیفوی، اختلاس یک موتر دولتی و نیز آزادسازی دو مظنون را از اتهام‌های این پرونده می‌گوید.
در نشست قضایی سارانوال پرونده استفاده سو از صلاحیت های وظیفه‌ای اختلاس یک اراده موتر دولتی و رهایی دو مظنون را از اتهام های اصلی به دادگاه کشانیدن عبدالرحمن سرجنگ میگوید. بعد از گذشت مدت 9 روز سربازان مظنون از جانب متهم مذکور با تهدید نمودن آمر نظارتخانه رها گریده و قضیه تابع دوران قانونی نشده است. اما وکیل مدافع عبدالرحمن سرجنگ این اتهام ها را نمیپذیرد. اگر بالفرض شما تحقیقات کرده باشین ثابت شده باشه قمندان موکل ما در قضیه کتبا هدایت داده باشند یا غیر کتبی هدایت داده باشه، شما لطفا امور پیشنهاد کنین به هیئت محترم قضایی که تمام در جوشنایی از این قرار بگیریم که واقعیت داره یا خیر. سرانجام قاضی دادگاه این گونه فیصله می کند. دو نفر مظنون طبق هدایت فقره 1 ماده 42 قانون جرایم عسکری با مدت 3 سال حبس تنفیذی و در قسمت اتهام فرادادن مظنون طبق فقره 3 ماده 337 قانون جزا با مدت 1 سال و 6 ماه حبس تنفیذی، از این که جرم تجاوز صلاحیت وظیفه‌ای با فرادادن مظنون مرتبط و غیر قابل تجزیه است طبق ماده 156 قانون جزا مدت 3 سال حبس تنفیذی مجازات تجاوز صلاحیت وظیفه‌ای که شدیدتر است بالای تنفیذ گردد. عبدالرحمن سرجنگ حکم دادگاه را عادلانه نمی‌داند و می‌گوید که استناف خواهی خواهد کرد. حال شد دوباره ما قبول ندارم و همین چیزی که برای ما ابلاغ کردن ما کاملا دخیل نبودم. از سوی هم برخی از نهادهای مبارزه با فساد مرکز عدل و قضایی را متهم به سرگرم سازی در پرونده های کوچک می داند. خواست مردم، خواست نهادهای ملی و بین المللی است که کسایی که در سالهای گذشته و در حال حاضر در اختلاس و خیانت های ملی دست داشتن و از دارایی ما سوء استفاده کردند، چی کسایی که امروز در افغانستان هستند یا در بیرون از کشور هستند، به این قضایا رسیدگی شود تا باور و اعتماد مردم نسبت به تعهد دولت برای مبارزه با فساد داری، چگونگی عمل کردی مرکز عدل و قضایی نسبت به قضای فساد داری بیشتر شود. عبدالرحمن سرجنگ 15 ماه پیش بر بنیاد دستور رئیس جمهور از مقامش برکنار شد و به بخش احتیاط فعال وزارت امور داخله معرفی شد. تیم ملی بسکتبال با چوکی رابدار دختران پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی اکنون برای مسابقات فرامرزی دیگر آمادگی میگیرد. کاپیتان این تیم میگوید که این قهرمانی برای آنان انگیزه داده است تا با روحیه بلندتر در مسابقات شرکت کنند. مربی این تیم میگوید که حکومت باید از آنان پشتیبانی کند تا آنان از رقابت‌های بیرون مرزی افتخارات بیشتری برای کشور بیاورند. نبیله اشرفی گزارش می‌دهد. نیلوفر بیاد عضو و کاپیتان تیم ملی بسکتبال دختران معلول، کارمند یک از بخش‌های اداری کمیته جهانی صلیب سرخ در کابل است. نیلوفر روزانه 8 ساعت پشت همین میز می‌نشیند و اطلاعات را درباره معلولان در بانک اطلاعاتی این نهاد ثبت می‌کند. سفر تمرینی تایلند رفتیم که اوجا تمرین کردم امرای کشورهای جنوب آسیا. تمامشان اشتراک داشتن و این اولین مسابقات بیرون مرزی ما بود که این بار اشتراک کردیم، 5 مسابقه دادیم و خوشبختانه تمامی 5 مسابقه بردیم. نیلوفر در روزهای رخصتیش در میدان سرپوشیده کمیته جهانی صلیب سرخ بسکتبال تمرین می کند. نیلوفر می افزاید که برای موفق شدن در رقابت های جنوب آسیا روزانه پس از پایان کار تمرین می کرد که نیروی برای تمرین نمی داشت، اما اشتیاق حضور در این رقابت ها را داشت. تمام ورزشکارهایی در دیگر جای ورزش می کنند، تمام تمرکزشان روی تمرینشان هستند و فقط ورزش می کنند. بعضی جایا وظیفه واقعا محدود می سازه تمرینات من. مربیان این تیم دختران میگوید که دختران تیم با امکانات و تمرین اندک به این رقابت ها رفتند. به گفته آنان قهرمانی این دختران در رقابت های بسکتبال دختران معلول در جنوب آسیا نه تنها افغانستان را در این بخش شناساند، بل برای این دختران نیز اعتبار حضور در رقابت های آینده داد. خوشبختانه میتونیم که از این بابت بالای ما حساب بکنن، برای ما دعوتنامه روان بکنن. اعضای تیم ملی بسکتبال دختران معلول دختران ولایت های کابل، هرات و مزار هستند و در یک سال دوبار کنار هم در کابل تمرین میکنند.
چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. چین از دونالد ترامپ میخواهد که مراقب سخنانش باشد. رئیس جمهور چین دونالد ترامپ و نیز رهبر کره شمالی را فرا میخواند که از گفته‌ها و کارهایی که میتوانند بحث را بحرانی تر بسازند خودداری کنند. در پی آزمایش دو موشک قارپیما سوی کره شمالی در هفته‌های اخیر و وضع تحریم‌های بیشتر جهانی بر این کشور، واشنگتن و پیونگ یانگ درگیر تنش‌های لفظی شدند. در پی افزایش تنش‌ها میان کره شمالی و ایالات متحده، چین هر دو کشور را فرا می‌خواند که با سخنان و اقداماتشان وضع کنونی را تیره‌تر نسازند. با گفته رسانه‌های چینی، رئیس جمهور این کشور بر حل سیاسی بحران شبه جزیره کره تاکید کرده است. رئیس جمهور چین گفت که تمامی طرف‌ها باید خویشتن دار باشند و از کارهای تنش‌زا خودداری کنند. سخن دوم ما این است که مسئله هسته کره باید از راه گفتگو و فشارهای سیاسی از میان برداشته شود. این در حال است که دونالد ترامپ بار دیگر به کره شمالی هشدار می‌دهد. کره شمالی گفته است که 4 موشک را به سوی جزیره گوام ایالات متحده پرتاب خواهد کرد. دونالد ترامپ به نگرانی‌های مردم پاسخی دارد. احساس می کنم که مردمی گوام در امان خواهند بود. باور کنید اگر به گوام آسیبی برسد، کره شمالی با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد. در این میان روسیه نیز خواستار کاهش تنش‌ها میان کره شمالی و آمریکاست. وقتی که حرف جنگ در میان باشد، کسی که از خط خطر یک گام به عقب می‌گذارد، نیرومندتر و هوشیارتر است. امیدواریم که این گونه شود. کره شمالی میگوید موشک‌هایی که به سوی جزیره گوام پرتاب خواهد کرد از آسمان ژاپن می‌گذرند. از همین رو ژاپن 3 دستگاه پرتاب موشک‌های دفاعی را در بخش‌های گوناگون این کشور جابجا ساخته است. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. بارش باران و جاری شدن سیل در 5 ولایت ایران بیش از 10 تن را به کام مرگ فرو برد. در نتیجه این رویدادها شمار بزرگی از جاده‌ها بسته شدند و آب و برق نیز قطع شدند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از ایران می‌خواهد که درباره محروم شدن 2 بازیکن تیم ملی فوتبال این کشور توضیح دهد. احسان حاج صفی و مسعود شجاعی که برای تیم پانیونوس یونان بازی می‌کنند، چند پیش در برابر یک تیم اسرائیلی به میدان رفتند و پس از آن از عضویت در تیم ملی ایران محروم شدند. در درگیری‌ها میان نیروهای ارتش کنیا و معترضان، کم از کم 2 معترض کشته شدند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. خشونت‌ها در کنیا پس از پیروزی اوهورو کنیاتا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای 3مین بار پیاپی آغاز شدند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. بخش بزرگ جلغوزه افغانستان با نام پاکستان به بازارهای چین صادر می شود. شماره از بازرگانان جلغوزه در ولایت خوست می گویند که پاکستان سالانه به صدها میلیون کلدار پاکستانی از درک صادرات جلغوزه افغانستان به چین سود می برد، در حالی که آنان نمی توانند جلغوزهشان را به گونه مستقیم به چین صادر کنند. در این حال اتاق تجارت و صنایع می گوید با اینکه پاکستان جلغوزه ندارد، اما در حال حاضر یکی از بزرگترین صادرکنندگان جلغوزه و چین است. زبی جهان مال گزارش می دهد. شماره از بازرگانان جلغوزه در خوست می گویند که سالانه 25 هزار تن جلغوزه به بازارهای این ولایت از بخشهای گوناگون کشور سرازیر می شوند. اما با گفته آنان یکانه خریداران انحصاری این جلغوزه بازرگانان پاکستانی هستند که پس از بسته بندی معیاری جلغوزه افغانستان را با 3 برابر بهای تمام شد و با نام پاکستان به چین صادر می کنند. تقریباً
این بازرگانان میگویند که بازرگانان پاکستانی هر کیلوگرم جلغوزه افغانستان را تا 8 دلار میخرند، اما این جلغوزه را در بازارهای چین با بیش از 30 دلار هر کیلوگرم میفروشند. موږ د جناب رئیس جمهور څخه دا خواهش ته او دا غوښتنه لرو زموږ د بیپار مستقیما لاره چین ته خلاصه کړه. بازرگانان جلغوزه میگویند که به علت نبود تصدیقنامه کیفیت برای جلغوزه، آنها نمیتوانند فراورده هایشان را به بازارهای چین صادر کنند. پروسس ماشینی هم گفت که دیزنی او خویز اپرات سا غور نداشته آیده دیمی که بختنه نیم. از سوی مامورهای داده شده از اتاق تجارت و صنایع نشان می دهند که سالانه 1500 تن جلغوزه به خارج از کشور صادر می شود. مسئولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که با وجود باز شدن راه آهن میان افغانستان و چین، حکومت تا کنون نتوانسته است برای صادرات جلغوزه افغانستان به بازارهای چین زمینه سازی کند. افغانستان پزرها و تلا جلغوزه تولید دوی ولی که چیر ارقام و سی ارقام و تراس و چی مش صادرات ولرو یشی ولرو داغ ارقام و سر تقریبا به پیصدی کم رزی. چین بزرگترین خریدار جلغوزه در جهان است و گفته می شود که در حال حاضر در کنار مکزیکو و شمار از کشورهای آسیای میانه پاکستان بزرگترین صادر کننده جلغوزه به این کشور است. با این هم نرخ شمار از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 80 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 روپی هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 روپی پاکستانی 630 با 5 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان می کند. خواهی ملک ها شما دارد. سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. ششمین دور رقابت های تکواندوی جام احمد شاه مسعود با میزبانی ولایت پنجشیر آغاز شد. این پیکارها با حضور بیشتر از 150 تکواندوکار از 23 ولایت کشور برگزار شدند. هدف از برگزاری این بازی ها پیشرفت و نهادینه شدن تکواندو در سراسر افغانستان و نیز افزایش مهارت های فنی تکواندوکاران کشور گفته شده است. در ادامه رقابت‌های کرکت پنجاورگی جام غازی امان‌الله خان، حوزه‌های بست و بند امیر به برتری در برابر رقیبانشان دست یافتند. در یکی از دیدارهای برگزار شده تیم‌های بست و اسپین غرب به مسافه هم رفتند و سرانجام این بستی‌ها بودند که با تفاوت 2 ویکت به برتری رسیدند. در بازی دوم تیم کرکت حوزه بند امیر نیز با تفاوت 5 ویکت حوزه مس عینک را شکست داد. پیکارهای کرکت جام غازی امان‌الله خان با حضور حوزه های بست، بند امیر، مس عینک، کامو و اسپین غرب با میزبانی خوست برگزار شدند. آرسنال فصل تازه رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان را با پیروزی آغاز کرد. در نخستین بازی از فصل تازه لیگ برتر انگلستان، تیم های آرسنال و لستر سیتی به مسافه هم رفتند و سرانجام این آرسنال بود که 4-3 به برتری رسید. با پیروزی راجر فدرر، روبن هاس، دنیس شاپولوف و ساشا زورف، چهره های رایافتگان به مرحله نیمه پایانی رقابت های تنیس مسترز مونترال کانادا مشخص شد. در دیدارهای برگزار شده مرحله یک چهارم نهایی فدرر از صد روبرتو باتیستا گذشت. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.